حرکت سیاسی گروه 24 روز 5 ژانویه سال 2020 نشست سالانه خود را در شهر کیولن آلمان برگزار کرد. برای حضور در این نشست نمایندگان گروه 24 از یکچند کشور اروپایی از قبیل اتریش، سوئد و خود آلمان گرد هم آمدند. نشست امساله گروه را دلشاد شریپوف آغاز بخشید و سخنوری این نشست را بر دوش داشت. او ابتدا رشته سخن را به یاور رهبر گروه 24 حسین اشرف داد. حسین اشرف پیرامون موضوع صداقت و جوانمردی حرف زد و اینچنین از تغییرات کادری گروه در بعضی از کشورها گزارش داد. بنابر گزارش جناب حسین اشرف که خلاصه قرار شورای سیاسی حرکت به شمار می رود، دیگرگونی ها به شکل زیرین صورت گرفت. خورسندجان نجم‌الدینوف نماینده رسمی گروه 24 در کشور اتریش انتخاب شد. کامران رحیموف با نمایندگی رسمی گروه 24 در کشور گرجستان قبول شد. بخش فرهنگی گروه 24 تأسیس داده شد و مسئولیت آن بر دوش عضو این حرکت عبیدالله ناصری واگذار گردید. بخش تبلیغاتی گروه 24 در سامانه‌های اجتماعی که قبلا بر دوش عضو اصلی این گروه مصطفی حیاتوف بود به علی خان کبیروف سپرده شد. بخش های اقتصادی و امنیتی در این حرکت تأسیس داده شد و مسئولیت راهبری به یکی از اعضایان حرکت داده شد. حسین اشرف در برابر این دیگرگونی ها از اخراج اعضای زیرین از گروه 24 گزارش داد. عبدالرشید حمیدوف و نظام الدین نصرالدین. گروه 24 از این به بعد جوابگوی کردار و رفتار اعضای سابق خود نخواهد بود و خود ایشان جوابگوی اعمال خود هستند. ما با ایشان برای تا امروز با ما بودن و سهم اندک هم باشد گذاشتن سپاسگزاری میکنیم. جناب راوی دلشاد شریپوف پس از سخنرانی حسین اشرف رشته سخن را به عبیدالله ناصری واگذار کرد. جناب ناصری اطراف موضوع فرهنگ با خصوص فرهنگ ملی و سوء استفاده از آن و تحقیر دیگر فرهنگ ها سخن گفت. او نمونه های زیاده از سوء استفاده وزارت کشور و با خصوص وزارت فرهنگ از فرهنگ ملی و با این راه سرکوب و تحقیر کردن عرف و عادت و مقدسات مردم، زیر سوال برده شدن آزادی لباس پوشی مردم و دخالت به حقوق انفرادی شهروندان با دست نمایندگان وزارت گوناگون به حاضرین معلومات داد. اکمل استنایف نماینده گروه 24 در لهستان با طور آنلاینی در این نشست صحبت کرد. استنایف در مورد قضیه مصطفی حیاتوف که چند ماه قبل از کشور لهستان به تاجیکستان تسلیم شد صحبت کرد. پس از آن رشته سخن به بهروز تقوی‌زاده مسئول بخش جوانان و کادرسازی گروه 24 داده شد. بهروز تقوی‌زاده در موضوع دستاوردهای سال 2019 و دست بالا شدن مخالفین از جمله گروه 24 به رژیم دیکتاتوری صحبت کرد. او در دوام صحبت از حسیات وطنداری، محبت به آن و حمایت به معنای کامل از وطن گفته گذشت و جوانان را به اجرای آن دعوت کرد. محمد جان عبدالله عضو فعال گروه در موضوع خیانت های رحمانوف و پایمال کردن سرقانون کشور سخنرانی کرد. ابوذر خواجه‌زاده در باره مشکلات دینی و پایمال شدن حقوق زنها در تاجیکستان صحبت کرد و چند از مثال ها از سال سپری شده به حاضرین قصه کرد. او ابراز نمود که مشکل های دینی یک طرف، حتی چون انسان بودن در تاجیکستان اهمیت به حکومت رحمانوف ندارد. زنها در حالت به حقوقی قرار دارند. فرقد حاتمی عضو دیگر گروه صحبت خود را که با زبان روسی بود پیشکش حاضرین نمود و در موضوع اشتراک اعضایان گروه 24 در نشست های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان های بنفوذ اشتراک و سخنرانی نمود. راوی رشته سخن را با مسئول بخش روابط کارهای خارجی گروه 24 نوردین رضایی داد. رضایی در صحبت خود در موضوع دیکتاتور و شباهت های رحمانوف با دیکتاتورانی که از دست مردم سرنگون شده بودند قصه کرد.
رضای ابراز نمود که آینده رحمانوف نیز با این چنین برنامه های بی‌ارزشش چنین خواهد بود. مردم تاجیکستان حتما روز سری راه این دیکتاتور را خواهد گرفت. عضو دیگری گروه 24 یوسف جان میرزایف صحبت خود را در باره پیوست شدن به این حرکت و قرض شهروندی خود در نزد وطن و ملت ابراز نمود. راوی رشته سخن را به سهراب ظفر راهبر گروه 24 داد. سهراب ظفر که تازه بار دویم راهبری این گروه را که توسط یک انتخابات با طور آوازدهی صاحب شد با طور آنلاینی صحبت کرد. سهراب ظفر در صحبت خود در موضوع 4 سال راهبری خود و کمبودی های حرکت صحبت کرد. قسمت دویم سخنرانیش در موضوع بالانس داخلی و جایگاه حرکت سیاسی گروه 24 در همین شب و روز صحبت کرد. در آخر بعد تمام اعضایان این حرکت و کسانی که حتی یک روز خود را صرف دفاع وطن کرده بودند از نام حرکت سیاسی گروه 24 سپاسگزاری کرد. او ابراز نمود که در سال 2020 با برنامه های نو داخل صحنه سیاست خواهیم شد. قبل از انجام جلسه سخن به مسئول گروه 24 در کشور آلمان محمد رجب سیدالیف که میزبان این نشست بود داده شد. سیدالیف در سخنرانی خود به تمام حاضرین سپاسگزاری نموده و به تمام حاضرین باز هم استوار و صادق بودن در این راه انتخاب کردهشان را تمنا کرد. در انتها راوی نشست دلشاد شریپوف جلسه را پوشیده اعلام داشت.